تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که چجوری میشه از اینترنت پول در چه روش ها چه فرصت هایی وجود دارن که خوبه که ببینیم و ازشون استفاده بکنیم وقتی بحث کسب درآمد اینترنتی میشه هر کی داره شغل خودش رو تبلیغ میکنه هر کی داره روش خودش رو تبلیغ میکنه یکی میگه که حتما باید بیم تو اینستاگرام پیج بزنیم و یه کسب و کار اینستاگرامی داشته باشیم یکی میگه که نه بریم سایت بزنیم یکی میگه بریم این مهارت مثلا تولید محتوا رو یاد بگیریم هر کی خلاصه داره یک چیز رو واسه خودش تبلیغ میکنه و هیچ نمیاد به ما یک دید کلی بده و این ویدیو هم دقیقا هدفش همینه که بیاد این دید کلیه رو به ما بده و بهمون به بگه کلا چه روشهایی وجود داره خب برای شروع صحبت خودمون باید با دو تا گزینه کلی آشنا بشیم دو تا گزینه‌ای که داریم برای اینکه بتونیم از اینترنت پول در بیاریم گزینه اول ما چیه اینکه یک مهارت رو یاد بگیریم که بازار کار داشته باشه مخاطب زیاد داشته باشه و بتونیم بریم تو جاهای مختلف تو کسب و کارهای مختلف مشغول به کار بشیم یا حتی نه بشینیم از خونهمون به صورت پروژه‌ای به صورت فیلنسری یا آزادکاری با کسب و کارهای مختلف کار بکنیم حالا اینجا مهارت‌های مختلفی وجود دارن که ما میتونیم با توجه به سلیقه خودمون، با توجه به استعدادهای خودمون و البته بازار کار اون مهارت راجبشون تصمیم بگیریم. مثلا من میتونم یاد بگیرم که یک سایت رو راه اندازی بکنم، میتونم یاد بگیرم که یک پیج اینستاگرام رو چجوری باید مدیریت کرد. میتونم راجع به تولید محتوا، مقاله نوشتن تو یک وبلاگ، تو یک سایت یاد بگیرم یا مثلا میتونم بفهمم که یک سایت چجوری توی گوگل رتبه میگیره و به کسب و کارا در این زمینه کمک بکنم که اصطلاحا ما به این کار میگیم سئو یا یه کار دیگه ای که مثلا میتونم اینجا اسم ببرم تبلیغات. من یاد بگیرم که تبلیغات کسب و کارا رو مدیریت بکنم حتی میتونم به کارهای گرافیکی هم فکر بکنم مثلا تدوین فیلم فیلم برداری اینا الان مخاطب داره روز به روز کسب و کارای بیشتری دارم میان سراغ تولید ویدیو و یه کار دیگه هم که به ذهنم میرسه برنامه که خب یه جذابیتش که میتونم پروژه های خارجی بگیرم و به دلار هم درآمد داشته باشم پس اینا میشن اون مهارت هایی که میتونن واسه من پروژه بیارن کمک کنن که من جای مختلف استخدام بشم توی کسب و کارهای کوچیک و بزرگ و منم هم همیشه پیشنهادم اینه که از اینجا شروع بکنید یعنی اگه میخوایم وارد اینترنت بشیم خوبه که اول یک مهارت یاد بگیریم بریم تو کسب و کارهای مختلف کار بکنیم یکم بفهمیم چی به چیه چه چی جوری کار میکنه و بعد از اینکه یکم تجربه کسب کردیم وارد مرحله دوم بشیم و این مرحله دوم چیه اینکه من برم و واسه خودم یک کسب و کار را بندازم برم و واسه خودم پول در اینجا با زباره ما دو تا گزینه متفاوت داریم، دو تا مسیر متفاوت داریم. یه موقعی هستش که من میخوام بیام و یک محصولی، یک کالای، یک خدمتی رو به مخاطب خودم بفروشم، به مشتری خودم بفروشم. و این میشه مدل اول، مستقیما من میخوام فروش ایجاد بکنم. و راه حل دومم، مسیر دومم اینه که بیام و واسه خودم یک رسانه بسازم. خب یک رسانه که مخاطب داشته باشه آدم های مختلف دنبالش بکنن و با گرفتن تبلیغ تو این رسانه درآمد داشته باشم مثالش مثلا تو اینستاگرام خیلی میبینیم آدم مختلفی که اومدن واسه خودشون یک پیجی زدن دارن محتوای جذاب تولید میکنن مخاطباشون کم کم زیاد شدن صد هزار تا 200 هزار تا یک میلیون دو میلیون و با تبلیغ گرفتن دارن پول در میارن یا مثلا تو سایت ها اینو داریم سایت هایی که جا افتادن مخاطب خاص خودشونو دارن و با گرفتن تبلیغات درآمد قابل توجهی دارن البته بیاید همه چیز رو به سایت و اینستاگرام خلاصه نکنیم جاهای دیگه هم وجود دارن که اتفاقا من میتونم خیلی درآمد خوبی ازشون داشته باشم یه مثال از این موضوع یوتیوبه یوتیوبی که الان ایرانی ها ازش درآمد قابل توجهی دارن یه چیز دیگه هم اینجا اضافه بکنم اگر میخواد رسانه بسازید دو تا آپشن دارید یا میتونید رسانه رو شخصی بسازید یعنی خودتون مطرح بکنید روی اسم خودتون یک برند بسازید یک پیج بسازید یک سایت بسازید یا اینکه میتونید نه یک مجموعه باشید یعنی یک اسم برند خاصی داشته باشید و یه جورایی شرکتی بهش نگاه بکنید یک شرکت و اسم یک شرکت رو مطرح بکنید خب پس این شدش راههایی که واسه درآمد داشتن توی اینترنت وجود داره خب حالا سراغ کدوم مسیر برم چه مهارتی یاد بگیرم چه کسب و کاری را بندازم اگر اصلا بخوام کسب و کار را بندازم اینا بحثایی هستن که واقعا تو این ویدیو جا نمیشن و اگر ویدیو ما رو دنبال بکنید کم کم توی ویدیو بعدی راجب همشون صحبت میکنی. البته اینم اضافه بکنم که ما یک دوره درباره این فرصتهای اینترنتی ضبط کردیم که کامل همه رو بهتون معرفی میکنه میگه که از هر کدوم چقدر میشه درآمد داشت و بهتون کمک میکنه که راجب مهارتی که باید یاد بگیرید و مسیری که باید برید بهتر تصمیم گیری بکنید و یه جورایی نقش یک مشاوره ابتدایی رو داره واسه اینکه وارد اینترنت بشید و کسب درآمد ازش شروع بکنید اوکی امیدوارم که حرفان به درتون خورده باشه حواستون باشه این فعلا یک مقدمه است ما قرار جلوتر راجع به همه اینا بیشتر حرف بزنیم توشون عمیق بشیم و کم کم درآمد خودمون رو از طریق اینترنت بیشتر و بیشتر کنیم ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید